در ولایت هرات برای کاهش مرگ و میر نوزادان و انکشاف صحت تولیدی مادران از طرف ریاست صحت عامه به کمک مردم امریکا برنامه آموزش قابلگی برای انداخته شده. بین که در این بخش از این برنامه دیدن بکنیم. اسمم نازله، محصل سال دوم سمستر چهارم قابلگی. علاقه ای که خودم داشتم باعث شد تا این رشته انتخاب کنم و تشویق خانواده مه و همچنین وقتی که من دیدم که هم نوام نیاز دارم واقعا به کمک و واقعا خودم به این رشته علاقه مند شدم، خواستم تا خدمتی به جامعه خود بکنم تا بچه از میزان مرگ و میر مادران در سطح ولایت ما یا در سطح کل کشور جلوگیری کنم. از من که هستم مثلا ما به سه طریقه درس میخونیم، که طریقه اول که هستم مثلا داخل صنف ما به تئوری میخونیم که مثلا به ما استاد درس میدن از رو کتابا، بعد به طریقه دیگه هست که ما میریم به کلاس های پایین اسکلاپ که چی میکنیم به روی مدل ما کار میکنیم، و طریقه سوم که هست وقت ما از رو مدل اکسپرت شدیم باز میریم به خود زایشگاه یا شفاخانه به روی مریض باز عملی انجام. دوستان در کلینیک گازرگاه رسیدیم و اینجا چند تن از قابله هایی که از اینستیتوت صحی فارغ شدن مصروف کار هستند. میخوایم از مراجعین اینجا پرسان میکنم که چقدر شما از کاری قابله ها راضی هستیم و آیا مشکلات شما را حل کرده میتونن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی از کار قابله ها و حتی از خدمات کلی از کلینیک راضی هستیم، چون به این مردم اینا خیلی خدمت میکنن. چندین سال که من جی زحمت میکشم، همه چیز رایگانه و به خدمت مردم هم خیلی به روی باز، خیلی به خوبی صحبت میکنم و به حساب خدمت مردم انجام میدم. نام خدا شما خوبی خیلی جور و تندرست مالم میشین، شما چطور اینجا آمدین؟ ما ولادت کرده بودم به خاطر جلوگیری به حساب که دوباره آمده نشون برس گرفتم. صحت مایه سلامتی است. غلام سید راشد رئیس صحت عامه هرات برای وسعت و بهبود عرضه خدمات صحی به باشنده های هرات چی گفتنی دارد؟ الان استراتژی که ما یک راهنمود و یک راهکار بسیار خوب برای انکشاف عرضه خدمات در سطح ولایت هرات هست که انکشاف مراکز صحی و کلینیکا در گنجانده شده، انکشاف شفاخانه های حوزوی، شفاخانه اطفال و از جمله مسئله هرات امبولانس که از جمله نیازمندی های مردم ما هست که بعد از ایجاد سیستم هرات امبولانس هر مریض ما در سایه شهر و حومه شهر ما میتونیم به اسرع وقت وقتی که با اون نمبر مخصوصی که تماس میگیرن مثل کابل امبولانس، اما این شاید با یک وسعت بیشتر و شاید به عنوان یک مرکز نمونی سرویس دهی امبولانس باشه در افغانستان، ما روی دست گرفتیم که بودجه از دفتر محترم ایتالیان کارپوریشن بر ما میده و این انشاءالله به زودی زود کار از او شروع خواهد شد. و همچنین در قسمت شفاخانه تروماتولوژی که از جمله نیازمندی های ما هست ما کار میکنیم تا بتونیم یک شفاخانه تروماتولوژی، یک سنتر تروماتولوژی در هرات بسازیم. و دیگه برنامه هایی که در پلان استراتژی گنجانیده شده یکی پشت یکی دیگه انشاءالله در طول دو سه سال آینده جامعه عمل بر خود خواهد بشید. یکی از راه‌های حفظ صحت و سلامتی هم ورزش است. بیاین ببینیم که در میدان‌های ورزشی هرات چی بازی‌های ورزشی انجام میشه. لحظه بسیار حساس است.
هر کدومش تلاش داره تا ای که طرف مقابل خواب بته. منتظرشون با که دیگه نمیرسن، منتظر هستن که یک قوت مفتکی برشان بیه، یک دفعه دمجانشان یک زور بیه، یک دفعه یک جادوگری شه و یکشان ببره. داورا و تماشاشی هم همه گی خسته شدن، میگن حالا همی گپ یک طرفه کنی نمیبازی. بردی، تبریک باشه. با انجام دادن این ورزش خودت چی آرزو داری، چی خواست، چی پلان داری؟ بخیر دیگه، بریم بالا دیگه. با کجا؟ بریم دیگه بخیر بزنیم گوشتیم اشتیا، بریم به خارج. خارج هم بزنیم خیلی اول شیم، مدال بیاریم به افغانستان. چون این گوشتی یک گوشتی سنتی در حوزه غرب است. سالهای بسیار دراز این گوشتی در بین این 4-5 ولایت این سابقه داره. تا صدها سال پیش هم یک گوشتی محلی و یک گوشتی سنتی که بین ولایت فرا، قندهار، هرات، نیمروز، ولایت بادغیس. یعنی این گوشتی خیلی سابقه طولانی داره و سال یک مراتب باز از این ولایت ها میام اینجا مسابقه میدم. در سابقه در جشنا به این استادیون باز از چند ولایت می آمدم مسابقه می دادم، چون این گوشتی یک گوشتی سنتی است. خوانده شما نه؟ خوانده و خواند بله. بچه عباس ور خواند، بچه از یک کلاپ آریا است، این دیگه از کلاپ اتفاق. اینا کلاپ پنج کلاپ ورزشی است که اینا باز از بین از اینا همی بیترین از اینا باز تعیین میشه که باز با مسابقات میرم به خارج. بله، همی برنده خو طبعا احساس خوشی میکنه، باز خوشتی کسی که باز خویده میشه، باز دیگه بسیار ناراحت میشه. بسیار بسیار تلخی داره. دل آدم بخیر از زندگی سیام میشه. بله بله، واقعیت دیگه. بزکشی و هم بازده هرات یه از چیزمان رواجی افته اینجا. مسابقات بزکشی دو سال میشه به هرات آغاز شده که بسیار بسیار مزدم شهریان خود رازیم از امنیتی که دولت میگیرن، از میمانای ملکی و داخلی که به میدان بزکشی تشریف میارن و ما تشویق میکنه، پهلوانا رو تشویق میکنه. دو سال میشه بسیار بسیار به طور اساس و خوب بزکشی در هرات شروع شده که امیدواریم که بتونیم دوامدار این ورزش بزکشی رو در شهر هرات باستان روی پای نگاه بذاریم ان شاء الله. آقای کامران، اگر بگوین در مورد چاپ اندازایتان اینجا چند تیم تا فعلا شما در هرات دارین و چاپ اندازایتان چطور است؟ آیا تجربه چاپ اندازی را کسب کردن؟ چاپ اندازای اصلی ما از مزار شریف هستن که به طور دوامدار، البته سال گذشته به طور موقت بودن، ولی امسال به طور دوامدار همینجا هستن و فاریابیان مزاریان در میدان بزکشی تشریف آوردن که یک پهلوانای هراتی ما به کنار از اینا چپ اندازی رو دامه بدن.